بچه خاله جان، اشته شد که بیامد یادی از ما کنی. والا بچه خاله جان، اولی خود دلتنگ شما شده بودم، بعدی هم راستیتی آمادم که یک گپ بگم، ولی خب نمیفهم چی رقم بگم. بگو بچه خاله، دل جمع بگو. والا رومه نمیشه چی رقم بگم. آدم بریم بگو. راستیتی بچه خاله جان، برات پولاخ آمادم. برات پولاخو؟ کدوم پولا؟ همو 20,000 که به شما دو سال پیش قرض دادم. خو همو 20,000 که از تو به قرض گرفته بودیم. بله یا دیگه، خیلی ببخشیم بچه خاله های عزیز، ولی خب مجبور شدم دیگه. بچه خاله جان، ما خو نمیجیم، پولا تو پس میدیم. نه خب بچه خاله جان، شما گفتین یک ماه بعد میدین پول من. بچه خاله جان، ما همیشه به سر گپ خواستیم، همالا کم با تو میگم که یک ما بعد پولا تور میتیم. گپ مرد یکیه. راست میگه، ما همیشه با سر گپ خواسته. نه خب از او یک ما 23 ماه دیگه هم تیر شده. تیر شده؟ بچون والا ما که با خانه جنتری ندارم که بفهمم. ای که میگه من تیر شده دیگه، دروغ که نمیگه. بله یا بچه خاله، دو سال پیش بود. خب بلا اصل گپ تو چیه بچه خاله؟ راست میگه، اصل گپ تو چیه؟ شف شف چی بکاره؟ همین تو مستقیم شفتلو بگو. بو گفتم دیگه بچه خاله جان، همین بود گپ من. نه خب واضح بگو گپ خور بچه خاله جان، اصل گپ تو چیه؟ به پیش ما که میایم تا دلجام گپ بزن. خب بچه خاله جان واضح گفتم، اصل گپ من اینه که مو قرض خور بی زحمت بدین اگر ممکنه. نگم بچه خاله جان، تو به چی خاطری تو شف شف گپ میزنی؟ راست میگه دیگه، همینطور رو کراس بگو چی کار داری؟ چی بگم دیگه ازی واسه تراخه؟ ما گفتم امو پولا قرض خور بدیم همین. او 20,000 که از تو گرفتیم؟ بله یا او 20,000 که از تو به قرض گرفتیم گفتیم یک ما بعد پس میدیم. ها دقیقا امو 20,000 که میگی یک سال دو سال از بالای تیر شده. بله یا بچه خاله جان، امو 20,000 بی زحمت بدیم. خب تو الگ مایی چکا؟ خیلی ضرورت دارم باور کنی. مثلا چی ضرورت داری؟ شما خب بچه خاله منه، میبینیم وضعیت زندگی مر، وضعیت من خیلی خرابه. نه اتفاقا خیلی هم خوبه. خیلی هم خوبه. نه خب شما خبر نداریم، من همال اگه دو ماهی که کرای خونه خور ندادم. یعنی تو همه قدر نامردی، همه قدر ناجوانی که به خاطر دو ماه کرای خونه تا عقب مونده بیامدی که از ما پول بگیری؟ از شما پول بگیرم؟ پول خود منه. حالا خرچ بچه خاله، این دلیل تو قانع کننده نبود. تو به خاطر از اینکه دو ماه کرای خونه تو عقب افتاده بیامدی پول خودت رو طلب میکنی، تو خجالت نمیکشی؟ خب بچه خاله جان، تنها او گپ نیه، شما خو خبر داریم خانم من مریضه. خدا و شفای بده، ما چه خدمت کنم؟ دکترها گفتم باید عملیات بشه. خب عملیات بشه با ما چی؟ خب پول عملیات رو من ندارم بچه خاله جان. خب پول نداری عملیات نکو، مجبور نی که وقت پول نداری بری عملیات کنی. چرا بچه خاله، دکترها میگن مجبورم. بچه خاله جان، دکترها چرت و پرت میگن، خیلی هم به گپ دکترها باور نکن. نه خب بچه خاله جان، باید پول پیدا کنم که عملیات کنم. یعنی تو همه قدر نامردی که به خاطر عملیات کردن خانم خوبیه بدی که از ما پول بگیری؟ از شما که پول نمام، فقط طلب خورمم. همو دیگه فرق نداره. یعنی ای هم دلیل شده نمیتونه؟ نه که نمیتونه بچه خاله جان، یعنی آدم باید خجالت بکشه که به خاطر یک عملیات جزئی بیای برات پولا. خوب یک کمک جوان مرد باش. بچه خاله جان، من واقعیت چند وقت من بیکارم، من از سرکار جواب دادن، باور کنیم همال خرجی خونه خور ندارم. یعنی که صاحب کار تو از کار بدر کرده، ما باید تاونی رو بدیم. تاون بدیم؟ بچه خاله جان، من فقط پول قرض خورم. بچه خاله جان، وقتی که تو برات پول قرض میای باید یک دلیل قانع کننده داشته باشه که ما پولاتو پس بدیم. راست میگه، ما اصلا به چی دلیل باید قرض خور همین تزودی به سر دو سال پس بدیم؟ بچه خاله جان، من از اودم تا هی به شما دلیل میارم. بچه خاله جان دلیل میاری ولی قانع کننده نیه. عملیات خانم تو، کرای خانه تو، بیکاری تو، اینا دلیل گفته میشه؟ نمیشه. معلومه که نمیشه. من دیگه از این دلیل ها محکمتر ندارم. خب خلاص دیگه، به خاطر هیچ و پوچ کن، نباید بیای اوقات آدم رو تلخ کنی. ببخشیم. بچه خاله جان، بخشیدنی تو آسون نیه. تو خجالت نمیکشی به سر دو سال بیامدی پولا خور از ما طلب کردی؟ ها؟ بعد توقع داری که باز ما تور ببخشی؟ عجب آدم گدایی بودی تو. شرمنده بچه خاله، اصلا بگذاریم. خاک برو، میبخشیم یادم.
ولی بچه خاله احساس میکنم که هنوز اصل گپ نگفتی. راست میگه بچه خاله جان، همین شف شف چی بکاره؟ سمسه شفتلو بگو که ما بفهمیم تو چی میگی. میخی خرمالو بگو. والا بچه خاله من از این گپ دیگه شفتلوتر و خرمالوتر دیگه به گفتن ندارم. من اول گفتم که حتما تو من یک گپی بگی که روتو نمیشه. یکی گپی نبوده بچه خاله جان. بگی چای خور بخور. برز یک گلاس چای دیگه با بچه خاله ما برس. چشم. میبخشی برادر، من نمیفهم درست متوجه شدم یا نه. شما بچه خوب بیاوردی که من به او دوا بدم و هوشیار بشه. بله یا دکتر جو، این بچه من کاس بیتار شما نباشه دیاری. هیچی نمیفهم، بیاغل خدایه. بچه شما مریضی روانی داره؟ نه، بچه من مشکل بیاغلی داره. شما رو بلا دکتر جو هم مسخر برداره یک بار امی به گوش خوکنه اگه ایم اغلا بچه من یک چکه بکنه سکو که اشته بیاغلی ای. من خود گوشی کی بیام عقل به چه شما معاینه کنم؟ آه تور والله یک بار یک چکه بکنه خودی همی گوشی کی آخو سکو تو یک بار ببینه که بیتر شما نباشه یه هم خاله بی عقله. برای در خود گوشی کی عقل کسر معاینه نمی کنن. شما هم نام خدا خوب نابقه ای. خب پس خود چی معاینه می کنن؟ بچه جان دو جمع دو چند میشه؟ چهار. هشت هشتا؟ شست و چهار. خب 11 ضرب 15 چند میشه؟ 165. 54 ضرب در 73 چند میشه؟ 3942 تا. درسته. شما بزی بچه خو میگی بیاق یک نابغه. دکتر صاحب 54 ضرب 73 به من نون میشه یا مشکل من بیعقلی عزیز بچیه. منظور شما از بیعقل چیه برادر؟ مثلا چه کار میکنه که بزن میگیم بیعقله؟ ای دیکندری کرده نمیتونه. هیچی دیکندار خوب نشده. هرچی به او دیکندری یاد میدم هیچی دیکندری یاد نمیگیره از بس که بیعقله. یعنی جنس فروخته نمیتونه؟ جنس که فروخته میتونه منتها جنس بدل به جمع اصل فروخته نمیتونه از بس که ای بچه بیعقله. او روز میبینم مشتری بیام و دوتا دیکن میگه از امی جنس اصلی رو هم داریم ای به چی بیاغل ما بر میداره میگه نه اصلی رو نداریم. خب از او جنس اصلی رو ندیشتیم. میبینی دکتر جو میبینی میبینی ای به چی بیاغل ما. خب میرفتی با آخر دیکن از امو جنس دوباره یکی بر میدیشتی میاوردی میدادی به دست مشتری میگفتی بفرما یه هم اصلی رو خلاص یه هم کار داره. میبینی دکتر جو میبینی چوخ زر بیاغله. یعنی حالا به خاطر از اینکه بچه شما جنس بدل به جمع اصل نفروخته به او بیعقل میگه. کاش که یک کمی باشه. او روز دیگه به مشتری سودا داده بعد جمع کل زده 420 روپیه حسابه شده. بعد مشتری اوشی نبیده کله خود تا انداخته برفته. بعد میبینم جناب از تا دخت پول وردشته دویده برفته برد مشتری که کاکا جان کاکا جان همین بقی مونده پول شما بوم مونده. سعی کنیم اشته بیعقله سعی کنیم. 80 روپی بی زبان مفت و جفت بورد بداد به مرتکه. پدر جان او آدم فقیره بود او پولان بقی مونده پولای بود. خب بوده باشه وقتی که فراموش کرده یعنی خلاص یعنی دکه تو دکه چوخ زر بیعقلی بودی. میبینی دکتر جو میبینی تور والا همو وای وای اخور بردار اگه همی عقلی ریک چکه بکن سکو همی عقلی علاج داره تیار بشه یا نه. والا من چی بگم همی دیروز میبینم مشتری یکی از این آدم های ساده پتان بالا شده بده کن شیر خشک ماه. ما از این شیر ها خشک تاریخ تیر شده هم داره. بعد به چی بیاغلمه برفته از این شیر ها تاریخ دار برای مشتری داده. برای میگم چرا این کار کردی؟ وقتی میبینی مشتری آدم سادیه وقتی میبینی به تاریخ نمیفهمه چرا برای تاریخ تیر شده ندادی؟ میگه گناه داره. گفتم به چی بخوره ناجور میشه. خب از این بیاغلتر بکری هم درو نمیکنی. بله بله بفهمیدم. خیلی مریضی بعدیه واقعا مرض بعدیه. یعنی علاج نداره؟ نه برادر علاج نداره. بی عقل بی علاج حالا من خواهی تو چی کار کنم؟ نه برادر منظور من مرض از اونو نبود. منظور تو مرض به چی من نبود؟ پس کی بود؟ مرض شما. مرض بی وجدانی علاج نداره برادر مگر او که رو عملیات کنیم جراحی پلاستیک کنیم برای او کم وجدان کشت کنیم.
برای ما چاره؟ برادر، بین شما و بچه شما مرض دارین، نه که بچه شما. من یک نسخه برای شما نوشته میکنم، به منشی هم میگم که برای شما یک وقت عملیات بگیره. کوشش میکنم که عملیات خوبی انجام بدم، کم وجدان پیدا کنه. بفرمایید رخصت. تشکر دکتر سر، خدا حافظ. بریم پدر جان. سلام علیکم لشکری صاحب. علیکم سلام لشکری صاحب، به فریاد مبرسین. چی گپ شده؟ لشکری صاحب میگن که امی شما هرچی دودی میدین هر مشکلی باشه حل میشه، درسته؟ بله، 100%. به دودیام اصلا شک نکن. بخت و اقبال، جدی و جنبل، هرچی که بخیمه به خدمت. ای خیر بینی لشکری صاحب، بی زمر یک چهار تا دودی به امی موال ما بده. چهار تا دودی به موبایل تو بدم؟ بله یا لشکری صاحب، این موبایل پس مرگ مر در به در کرده، مر بیچاره کرده. یک کم از کم یک چهار تا دودی بکار داره که جور شد. والا من که طالب به موبایل دودی ندادم، مگه بخت موبایل تو بسته شده؟ نه لشکری صاحب، بختی و بسته نشده که هیچی، بیخی وار شده، هم چهار تا دودی به این موبایل خماستو. خب به چی کار دودی مایی؟ اولی که لشکری صاحب، همین موبایل مدرس ما بوفت و صفی و بوشکست. یک دودی ماستم که همین شکستگی صفه موبایل مرتیار کنه. ولی دودی که چسب نداره که شیشه موبایل تو رو بچسبونه. یعنی میگین دودی شما با شکستگی صفه موبایل ما کار نمیده؟ نه چره، کار میده، ولی بستگی به موبایل تو داره. اگر موبایل تو اصل باشه کار میکنه، ولی اگر بدل باشه دیگه کار نمیکنه. خب لشکری صاحب، من این موبایل گیرون خریدو، شاید که اصل باشه. باشه، من دودی میدم. اگر موبایل شما جور شد بفهمین که موبایل شما اصلی بوده، ولی اگر جور نشد بفهمین که موبایل شما بدل بوده. خب دودی دوم ما به چه خاطر میسی؟ ای خیر بینیم لشکری صاحب، دودی دوم برم به خاطر این گوشی ما پرخوراک شده. لشکری صاحب گوشی شما پرخوراک شده؟ بله ها لشکری صاحب، خیلی پرخوراک شده. همین شکنبه موبایل ما بیخی از سیری نیه لشکری صاحب. موبایل مگه چیزی میخوره؟ بله ها لشکری صاحب، کردیت همین تا فرد کردیتار میخوره. تا یک کردیت میندازم به شکنبه پس مرگزی، نیم ساعت بعد میبینم به همه پیام اومد که کردیتاتو خلاص شده. بیخی دوزده شده لشکری صاحب، به روز روشن دوزی میکنه به شکنبه خو میندازونه. موبایل شما؟ ها دیگه لشکری صاحب، نه پس به تلویزیون ما یک دودی بدین که یک ذر کردیتا من نخوره، من یک کردیتا میندازم یه میخوره. بله موبایل مردم خیلی پرخوراک شده. ها لشکری صاحب دیگه یک دودی دیگه هم بدیم که بندازم این شکنبه پس مرگزی کم اشتیاب بشه، اگه کریدیت ها مرزرمار نکنه. باش، یک دودی میدیم به خاطر که اشتهای موبایل شما بند شه. خیر بینیم لشکری صاحب، دیگه دودی دیگه هم بدیم لشکری صاحب که این آنتن بده. یعنی موبایل شما هیچ آنتن نمیده؟ نه لشکری صاحب، اوتان خونیه که هیچ آنتن نده. آنتن میده، هر روز 10 دقیقه آنتن میده. اوتان که نیه اصلا آنتن نده. اما 10 دقیقه هم که آنتن میده من رو پشت بوم. یعنی فقط موبایل شما به رو پشت بوم آنتن میده؟ بله یا لشکری صاحب، اصلا لشکری صاحب این موبایل من کفتر باز شده، رو پشت بوم خیلی خوش داره. باشه، یک آنتن میدیم که موبایل شما دودی بده. نه خب چیزه ببخشم، به چقدر چپه گپ میزنم. باش، یک دودی میدیم که موبایل شما آنتن بده. ای خیر ببینیم دیگه، هم دودی چهارم رو هم بدیم، خدا شما رو خیر بده. او دیگه به چه خاطر؟ به خاطری که لشکری صاحب همین موبایل پس مرگم کم هوشیار بشه، فقط به ما زنگای رخ کنه که مر میمون کنه. ای تا زنگای به ما رخ نکنه که نفر از ما پرسان کنه و خونه هستی یا نه، ما بیام میمون تو شم. او تا رخ نکنه، گوشی باید هوشیار باشه، هوشیار خوش دارو. آها، یعنی ما این موبایل تو تشخیص بدی که کی به تو زنگ میزنه که تو رو مهمون کنه و کی به تو زنگ میزنه که بیای میمون تو بشه. بله ها لشکری صاحب، موبایل خوش دارو که هوشیار باشه، فقط زنگای به امرخ کنه که مر مومون میکنه. بله باشه، چشم، به او هم دودی میدم. دیگه دودی او کشیدنی چیزی نمایی، مثلا دودی به تو بتیم که موبایل تو تور دماد هم بکنه. میشه.
خیلی خوش آمدین. خیلی صفا آوردین. قربان شما. سلامت باشین. سلامت باشین. بخیر باشین. پدر جان، کاکا جان، ماما جان همگی خوب بودن؟ قربان شما. همگی شکر خوب بودن. سلام داشتن خدمت شما. الهی شکر. چی عجب از این طرفا باد یادی از ما غریب و بیچاره کردین. همین تازمی کوچه تیر می‌شدیم. گفتیم همین جمع قوم داریم باشه که بریم از اینا خبر بگیریم. به هر حال خوش آمدین. خیلی خوشحال شدم. واقعا خوش آمدین. سلامت باشین. پدر جان یک دقیقه بیاین. یک دقیقه فکر کنم چی میگن. بخیر باشم. راحت باش. بسم الله. چیکاره بابا؟ پدر جان این میمونا بیامدن، هیچی به خونه نداریم، چی بیارم پیشینا؟ همین تو میگی میمونا آمدن که فقط میگی به نون چاشت آماده باشن. خب یک میوه، یک چای، یک چیزی بیار بخورن که برن دیگه. بچه خوبه کردم. میوه؟ کله بیارم یا آناناس؟ همون کله تیاره بچه من. پدر جان همین تو میگی میوه بیار که فقط میگی به 6 ماه گذشته شما به این خونه میوه خریده باشیم. میوه ما کجا بود؟ همون پارسال که من 6 تا کله بخریده بودم نمونده. یعنی فکر میکنی 6 تا کله پارسال تا حالا میموند؟ پس کله نداره؟ زردک هم نداره، چی برسه به کله؟ ای بابا بد شد که. خب من همین میگم پدر جان، حالا چی خاک به سر کنیم؟ خیره بچه خوب بگردم. چای بیار. چای میخورن میرن. چای؟ حتی چای هم نداریم به خونه. آخه من 3 ماه پیش نیم کیلو چای خریده بودم. این چی رقم خونیه؟ این چی رقم زند و زندگیه؟ چوره به خونه؟ پدر جان خود شما دارین میگین 3 ماه پیش نیم کیلو چای خریدین، نیم تون خونه خریدین، نیم کیلو خریدین به یک خونه که 8 نفرن. به نظر شما نیم کیلو چای از 3 ماه باید بیشتر میمون؟ شما بچه‌ها خونه مرو پشت ما کردین، همه هی میخورین میخورین. پدر جان حال اگر دیگه پار یله کنین، بعدن در مورد این که روزانه چند گلاس چای خوردم به شما جواب پس میدم. حالا اگه بگیم جلو از این میمونا چی رقم آبرو داری کنه؟ ببین این مردم کمی خجالتی هن، بیتنی را اینه که از این خجالتی بودن از اینا استفاده کنه. چی رقم پدر جان؟ ببین تا می پیالا خلیل بر میداری می به جلو از اینا بگذار بفهمیدی؟ بعد از اینا پرسان که چای میخورین یا نه. اونا که خجالت میکشن میگم نه. همین تو باز پشخوابا میوه خلیل بردار بیا به جلو اینا بگذار. بعد از اینا پرسان که میوه میخورین یا نه. اونا که خجالت میکشن برای تو میگم نه. ای تا هم آبروداری میشه و هم نیازی به چای و میوه نیه. یار آفرین شما پدر جان، چقدر آدم هوشیار و چلاک بودین شما. خب دیگه بچم یا آدم پول داشته باشه یا باید چلاک باشه. اگه پول ندارم حداقل چلاک هستم دیگه جرم برق. باشه پدر جان باشه، شما بریم من دیگه کارو انجام میدم میام. خوبه بفهمید دیگه چیکار کنی. سلام علیکم. بازم خوش آمدید. زنده باشیم. سلامت باشیم. خواهی شما. میبخشن دگه بسیار. قربان شما. دگه چی گفت؟ شکر خدا. به دعای شما. خیلی خوشحال شدم. سلامت باشیم. واقعا خوشحال شدم. چری مبارک شما دیدم. شکر سلامت باشیم. میگم چای میخورین؟ چای؟ نه ما چای بخورده. راست میگم ما پیشتر چای خورده. رسی چای نمیخورین؟ نه خیر بینید، تشکر. خیر بینید، چای نه. باشه دیگه، زیاد اصرار نمی کنم. آه دیگه، به این وقت روز کی چای می خوره آخی؟ خلاص، راست می کنم. دیگه به هر حال خونه خود چمانه، اینجا دیگه تعارف نکنه. نه برار، تعارف چیه؟ تعارفه به کجا بود؟ آه بابا، تعارف به کجا داره ما و شما؟ واقعا نمیتونه، زنده باشیم. سلام علیکم. و علیکم. میگم میوه خو میخورین دیگه؟ میوه میخورم. آ برور میوه نمیخوریم. نه نه میوه نمیخوریم. اگه راست او پرسیم ما و اجی برور این پیشتر میوه خوردیم. راست میگه ولی پیشتر میوه خوردیم ما. آه رسی میوه هم نمیخوریم. نه خیر بینیم. نه نمیخوریم. خیر بینیم. باشه دیگه منتها تعارف نکنیم، خونه خود چمانه، راحت باشیم. بیا تعارف نداره. پدر جان یک دقیقه میایی؟ باشه دیگه چی بگم، خیلی شما تعارف میکنیم، اینجا خونه خود چمانه. نه بابا این گفت با چیه؟ یک دقیقه ببخشن دیگه. بفرمایید بفرمایید. خب تک تک کد کی بود؟ یار پدر جان کیف کردم، چی یک پلان رختیم. حالا اگه هم آبرو ما به جا شده هم چیز از پیش ما خرج نشد. تو خیال کدی پیار تو آدم خوردیه؟ امو انیشتین به پیش ما شاگرد چاینیکی پزی بود، میفهمی؟ یار پدر جان به شما افتخار میکنم. میگم پدر جان یک فکری. حالا که همی تو پلان رختیم بیاین کم دیگه هم خودشمو پیش بریم. مثلا من سفره رو برمیدارم میبرم پیش اینا، بعد به زنا میگم نون هم میخوریم. اونا هم که آدم ها خجالتی هن میگن نه ای تو بیشتر آبرو ما به جا میشه. چی گفتی نه؟
خب فکر بچه پس درک سفره بیار. باش باش خوبه برش. من رفتم. مقصدی کسی که نصف شو میاد در میدارم. سلام علیکم. سلام علیکم. بادم خوش آمدین قدم ها شما بروش چشما با. بنده باشی. سلامت باشی. سلام علیکم. میگم مهمونای عزیز نون که دیگه میخوره تعارف نکنه. برار زده تو خیال میکنی ما چرا چای و میوه نخوردیم؟ آخه کیشه کم گوشنه چای و میوه میخوره؟ خانه برار زده جان آدم باید اول نون بخوره، با چای بخوره، با میوه بخوره. اصلا رسم و رواج میمونی هم اینه. این نمیشه که تو اول چای بخوری، باز میوه بخوری، با نون بخوری. بده سفره. برعکس از اون. بده سر سفره که خواهی تو کمک کن. بده سفره، سفره بده. سفره رو نداره چه خوبه کردم. برو ما مرغم بگو یک دوتا تخمه بکنه. بیا. سلام علیکم. علیکم سلام. بفرمایید برادر. در خدمتتون. والله مدیر صاحب ما یک مشکل داشتیم. چی مشکل؟ رومانه میشه بگیم به شما. چرا مگه چی گپ گیر شما نمیشه؟ بگو دیگه. این دفعه نوبت تو نه تو بگو. نه اصلا رو نداره. کار خودتون بگو. میگم چی گپه که رو شما نمیشه بگیم؟ چی کاره؟ والا صاحب چیزه؟ مشکل ما اینه که ما بیکاریم. بیکاریم؟ بله. یعنی به خاطر همین موضوع رو شما نمیشد بگیم؟ بله مدرسه. همین تو میگین بیکاریم که فقط میگی به تمام این مملکت شما دو نفر بیکاریم. برادر نصف از این ملت بیکارن. واقعا؟ بله برادر. پس چی خیال کردی؟ من خیال میکردم به کل کشور فقط ما دو نفر بیکاریم. نه برادر نه. نصف از این ملت بیکارن. خب خدا رو شکر که پس ما یک کنی. نه برادر. دلجا خجالت نکش. آخیش اشته راحت شدم. یعنی من کم خودخور نخوردم. کم خجالت نکشیدم که ما به می سن و سال رسیدیم ولی تا لک بیکاریم. به همین خاطر هم ما بیامده مزاحم شما بشیم. بسیار کار خوبی کردین. اتفاقا خیلی به جای خوبی آمدین. اسم از این شرکت ما هست کاریابی چالاکان. یعنی به فی ثانیه به شما کار پیدا میکنم. هیچته خوب خیر ببینی. خواهش میکنم. تشکر. اتفاقا همین امروز یک کار به این دفتر مصب شده. شما خیلی خوش شانسین. و او کارم مربوط به خود نمیشه. همین که یک دفعه که به ذهنم یک کار رسید گور به داخل ازی دفتر ثبت کردم. به دو تا کارمند نیاز دارم. خدا شما رو خیر ده. ما دیگه چه غزه خوش شانس بده. شما برادر خیلی شانس دارین. یعنی اگر من به جای شما دو نفر می بودم تخلص خور می گشتم شانس زاده. ای خدا شما رو خیر بده. حال کار چی هسته؟ به هر دو نفر مونه چون ما دو نفره. بله برادر. به هر دو نفر شما کار دارم. یعنی یک کار هر دو نفر شما باید. مبارک باشه. حالا چی کار هسته؟ این کار که هسته برادر انگورچینیه. انگورچینی؟ یعنی ما باید از چین انگور رو بیاریم؟ نه برادر ما نمیتونیم اصلا به چین بریم. ما اصلا سرک چین بلد نی. نه برادر منظور ما از انگورچینی بود که یعنی میریم به داخل باغ انگور میچینیم. من اشتباه فهمیدم. من خیال کردم مگر بریم به چین. خب مشکل نداره ها. ما کارمون اصلا ما انگورچینی میکنیم. مدیر صاحب اصلا من تخصص من انگوره. یعنی می انگورچینی. ای تو به شما انگور بچینم که هیچ کس تال نچیده باشه. خب پس موافقین دیگه. 100%. خب حالا از کی شروع کنی؟ از همین امشب. صحیحه دیگه. از امشب یعنی ما شروع کاریم. ها برادر اصلا این کار که هست شبانه‌ایه. یعنی تایم کاری شما از ساعت 1 شب شروع میشه تا 5 صبح. شب که تاریکه. خب میفهمم که تاریکه. ولی شما باید چراغ مشتی داشته باشین دیگه. چراغ مشتی که داشته باشین راحت میتونی برین انگور بچینی. خب مدیر صاحب چرا به روز نریم کار کنه؟ به روز که هست برادر صاحب باغ میبینه. بفهمیدی؟ از طرف شب که هست کسی نمیبینه. دلجا هر دو نفر شما میرین یک شما بالا میشین به سر دیوار پیده داری میکنین یک دیگه خود چراغ مشتی میرین چراغ مشتی میندازین روشن میکنین انگور رو بچینین. ساعت کاری شما از ساعت 1 شب تا 5 صبح. معاش هم هر چی که انگور بچینین نصفی از شما نصفی از من.
البته پیدا کردن باغ هم به جمع خود شد. صحیحه؟ چیکار شد؟ سلام علیکم. بله. جناب دکتر، سمی دندون به خیلی درد میکنه، چه کار کنم؟ خب برو، دندونه که درد میکنه یعنی چرکی شده. نه دکتر صاحب، چرکی نشده. امی دیروز به عموم بودم، خود خورمی تو پاک پوششتم، هیچ چرک مرکه ندارم. برو میگم دندونه که درد میکنه چرکی شده یعنی عفونی شده. خب چه کار کنم؟ خب باید بریم پیش دکتر دیگه. نه جان برو، میفهم پول فیس دکتر چنده؟ کم از کم 300 ریپا باید من پول فیس دکتر بدم. میفهم برو، ولی میگین دندون شما درد میکنه، تنها راهی همونه دیگه. آخه برور گیرون بفته، یک چاره دیگه بکنه که ارزونتر بفته. آخه من چی چاره بکنم؟ یک پیچگری، یک شرباتی، یک گلی، یک چیزی بدیم که حداقل می دردم لامه سب کمه که آروم بشه. آخه فایده نداره، اصلا گیریم که ما به شما مسکن دادم، وقتی تاثیری از بین بره دوباره دندون شما درد میگیره. فعلا برور خوب بگردم، بودجه زیاد نیه. دکتر باشه که به خیر خوشم، ما ماش خور بگیرم باز میرم. حداقل به می بودجی کم یک چاره دیگه بکن. باش مشکل نیه، به شما چند تا تابلت میدم. الهی که خیر ببینی برا، خوب بگدم زید تری. واخ واخ واخ، خیلی شاخ میکشه. بفرماییم برا، سه قلم داروه که دو تای تابلت یک پیچکریه و این دو تا تابلت، یکی مستکنه یکی هم انتیبیوتیکه. ای خدا شما خیر بده. بدیدی برو، نیاز نبود با دروغ من پول فیس دکتر بدم. دیگه امیدوارم کمک کنه به شما. بخیر خوب میشه، دست شما شفایه. الهی که خیر ببینی، الهی که خیر ببینی که مرا از مصرف بیجان نجات داده. خواهش میکنم، ولی بازم میگم اگر دکتر میرفتین خیلی بهتر بود. به قصه از دیگه پا نشیم دکتر سه، آدم باید به زندگی خود اقتصادی کار کنه. خب حالا بگین چند شد پول ادی دعا؟ باشه چشم. قابل شما نداره، 300 میشه. چندی؟ 300 افغانی. برار من اگه 300 ریپه میدشتم خب میرفتم پیش دکتر، چرا منت شما رو میکشیدم؟ همیتا به راحتی میگی 300 ریپه که فقط میگی گپ به سر 30 روپیه. 300 یعنی زیاده. خب ها دیگه بودجه من نمیکشه برار، ما به خاطر یک دندونی اگر 300 خرج کنم، من 33 تا دندون دارم، حساب کنیم چند میشه. این تو کمر اقتصاد من رگ برگ میشه، خیلیه. خب برار همین قیمت دعا مونه. اصلا ما این به شما یک کار کنم، پیچکری ندم. چی گفتی؟ نه برادر ندی، پیچکری مام چه کار؟ بفرم، حالا اگه میشه 200 افغانی. 200؟ خیلی برار، چی خبره؟ من از این دندون خوام، مگر اندازه 200 به زندگی خوام خیر دیدم که خواسته باشم به خاطر از این دندون 200 خرج کنم. خب حالا چه کار کنم؟ کم کن برار، کم کن. خب میشه که من گولی آنتیبیوتیکی رو کم کنم که میمونه فقط یک گولی مسکنه، میشه 100 افغانی. خوبه؟ 100 روپیه؟ چی میگی برادر؟ خیلیه، بودجه من تقاضا نمیکنه که من به خاطر یک گولی 100 روپیه بدم. تو میفهمی من اگه 100 روپیه داشته باشم چی چیزا که برای خونه میخرم؟ خیلیه، باز اگه من 100 روپیه میداشتم دندون درد نمیشدم. برادر میزی سه قلم دوا، دو قلم کم کردم، دیگه چی کم کنم؟ من نمیفهم، ولی میفهمم که 100 روپیه خیلیه، زور من نمیکشه. چیزی کم کن، حداقل به این بودجه من بخوره. برا با این بودجه کمه که شما دارین، فقط یک را دارین. پشت همین دواخونه ما یک خونیه، یک لشکریه. برین از او یک او کشیدنی بگیرین. از لشکری بری خود او کشیدنی بسرم؟ بله. ولی تو مگه خبر نداری که میگن اینا هم خرافاته؟ بله خبر دارم، واقعا هم خرافاته. خب پس چرا مرد بینجا کاری میکنی؟ چون از این سدی ارزونتر فقط او داره، هر او کشیدنی و 50 افغانی. خوبه؟ 50 روپه؟ چی گپا برار؟ یعنی 50 هم گیرونه. ها برار خوبه کردم، خیلیه، 50 روپه خیلیه. برار با این رقمه که شما میگین فقط میمونه درخت رو زیارت، یک درخت یه رو برو زیارت، یک میخه میخرین میریم بزو میکوبین بلکه درد دندون شما خوب بشه. یعنی تو خیال میکنی این خرافات میخکوبیدن به درخت درد دندون رو کم میکنه؟ نه میفهمم که هیچ ربط نداره، ولی دیگه اگر ارزون می همی گوزی نداره. بازی کجای ارزونه؟ امیال اگه یک میخ میفهمی چند قیمت داره؟ تا
تو به او زیارت ما برو بیایم چند کرایه میشه. میفهمی کم از کم 20 روپیه مصرف داره. زیاد برار خوب بگردم بودجه ما تقاضا نمیکنه. یعنی 20 روپیه هم زیاده. اصلا برو شما همین بودجه خور بگو کمه ببینم بودجه شما چه زره. به اندازه من بودجه شما به شما یک نسخه بودم. اولا بودجه ما در میاد. 5 افغانی. خب دیگه بودجه ما عمیق تره برو. والا برو با این بودجه شما فقط یک کار میشه کرد. چی کار؟ که به شما آرزو سلامتی کنم. میشه 5 افغانی. واقعا؟ خب خوبه دیگه برو خوب بگردم. همین آرزو سلامتی بریم به خلیته کنه. باش. آرزو میکنم که هر چه زودتر دندون شما خوب بشه. میشه 5 افغانی. خلیته هم به کار نداره. الهی که خیر ببینی. من میفهمیدم دندون ما زیاد خرج نداره. الهی که خیر ببینی برو خوب بگردم. خدا یار شما. خوش اومدین. برم دیگه. بریم به خیر. خدا حافظ. بابا تا اصلا تا یارو چجوری بچه ای چی حاله؟ ای چی روزه؟ ای چی روزگاره؟ تو دیمونه نمیشی، تو کر نمیشی، تو گردن تو نمیشکنه. چه کاره پدر جان؟ ای مرگ چه کاره؟ درد چه کاره؟ قناق چه کاره؟ به خاک چه نسل شما که شما آدم نمیشه؟ پدر جان گپ چیه؟ تو بچیم از تو با آخونازان که میبده کن تا به شو که سر مرگ خو میگذاری خو میشی یک سر همی گوشیم هم دست کنه کلت هم تا گوشیه. تو دیوانه نمیشی، کلت و پوک نمیشه، تو کور نمیشی، تو گردن تو نمیشکنه از بس که سر تو هم تا میگوشیه. آها خب پدر جان به گای وقت بیکار میشون داخل میگوشی سر من تیر میشه دیگه. آخه چی داره به تازی گوشی ها پس مرگ شما آخه؟ آنه من گوشی دارم، تو که دیدی که سر میکسرم هم تک گوشی باشه؟ خب پدر جان شما ازی شبکه های اجتماعی ندارین. آدم داخل ازی میره یک مطلب نوشته میکنه، عکس ویدیویی سیو میکنه، یک لایک میکنه، کامنت نوشته میکنه، یک کامنت میخونه، خلاصه ساعت آدم تیر میشه. بچمه واخه یک ساعت گفتم، دو ساعت گفتم، نه که 25 ساعت در روز یک سر ساعت هم تا گوشی باشه و گوشی هم دست تو باشه. اصلا همو چیز بود، همو شکنبای اشتباهی گفتی. چی گفتی؟ شکنبای اشتباهی؟ پدر جان شبکه های اجتماعی، شبکه های مثل یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و اینا. خب حال هرچی، خب همونو از تا گوشی پس مرگ خب پاک کن که کلا تو از تا گوشی بیروشه. پدر جان جالبه، نمون پاک کنم. خب چی جالبی داره؟ اصلا بدین که به شما نصب کنم. برین داخل ببینین جالب هست ساعت شما تیر میشه یا نه. گوشی خور بده. خوبه بگیر. بگیر برام رخ. رخ نه پدر جان نصب. حالا هرچ. ابو کار بکن. چشم. خلاصه که پدر جان حالا خوب بفهمیدیم بلد شدیم نه انال اکسات چما تیر میشه پدر جان. من برم که مکتب مدیر شده پدر جان. برو برو به خیلی بریم. برو کار نداریم بومه. فعلا خداحافظ پدر. سلام علیکم. اجی ماما جانم یک کیلو دشنمه سفید برای ما بدین. اجی ماما جان بی زحمت یک کیلو دشنمه. ماما جان میگم دشلمه، یک کیلو دشلمه سفید ماستو. خو سرد جبه میشه. ماما جان مرد از کامه کنین، فکر کنین من مزغره هم. اینا چیه که میدین؟
ماما جان اینا چیه که شما میدین آخه؟ ماما جان اینا چیه که میده؟ مگه تو چای سیاه نمیستی؟ اجی ماما جان من میگم دشلمه کی می برای شما گفتم چای سیاه؟ باز اصلا اینا چای سیاه که شما برای ما میدین؟ اجی ماما جان شما عریش سفید و خجالت نمیکشین که مردم رو مسخره میکنیم یعنی چی آخی؟ سلام علیکم اجی ماما از این تخم ها یک نیم کیلو بدهیم اجی ماما میشنیم اجی ماما یک گنده چندیه چی گفت؟ خیلی خیریته بیا بیا تگو که یک کانال جدید پیدا کردم که یک چیزا جالب میذارم که کیف کنی پدر جان دیکونر چیکار شده؟ چیکار شده؟ کو وسیلا دیکون؟ کدی وسیلا؟ پدر جان این طرف سعی کنیم کو وسیلا دیکون؟ کومیزمه از من میپرسین؟ کو وسیلا؟ یا خدا کی مرده اینا؟ پدر جان من مکتب بودم شما نمیفهمی اینجا چه کار شده من به ته چیز بودم به ته میشکم با اشتباهی بودم از این چی خبر ندارم شبکه های اجتماعی پدر جان نشکم با اشتباهی اینا رو هم میگی بمردن شما خبر نشدین بدبخ شدین یا خدا چی کی برده چرا به من هیچی نگفته بدبخ شد کی برده دیکنه رو خلی کردم سلام به یک خلافکار شهری دیگه خوش آمدین یکی از خلافهایی که بسیار بسیار در این جامعه رایجه و بارها هم سوژه ما بوده مسئله نقض حریم خصوصی آدمایه اصلا انگار نقض حریم خصوصی به این کشور معنی نداره هر چی که حریم هست تاکسیه اصلا کسی به حریم خصوصی دیگران احترام نمیگذاره چرا؟ امروز هم ما این بریم به سطح شهر و با ملت همیشه در همه جا صحبت کنیم و ببینیم که چرا ما چنینیم شما هم با ما همراه باشین سلام به شما سوژه امروز ما در رابطه به نقض حریم خصوصی دیگرانه نظر شما در رابطه به این که کسی حریم خصوصی دیگر رو نقض کنه چیه؟ به نام خدا سلام خدمت شما بینندگان شما ما برا نظر می نیکم از بعده خلاص سلامت هم باش نظر شما نیک و مثبته؟ بله برا به همین موضوعی که شما گفته نظر می نیکم از بعد یعنی به نظر شما کسی حریم خصوصی دیگر رو نقض کنه کار خوبیه؟ خوب نیه معلومه که نیه برا از اول من حمیر میگم دیگه این چی کاریه که مردم میکنن هی میرن حریم خصوصی مردم رو قبض میکنن قبض نه نقض خب همون چیزی که شما گفتین نبض خب چی کاره که اکثر میرن حریم خصوصی مردم رو نبض میکنن نقض نزق یعنی پس شما مخالفین دیگه بله برار من 100% مخالفم کسی بره حریم خصوصی دیگه کسی نزق کنه
نقض. مغز؟ نقض. ایت برادر ایت اگه صابی هست که زبون گوشتیه و با من بسیار بعضی کلمات نمیگردن، نمیتونم محل اساس اونا را ادا کنم. همیت میگی زبون من گوشتیه که اینگار زبون دیگه مردم چوبی یا استخونیه. برادر من از اول برو تو بگفتم قبض. نقض. نبض. نزق. نزق. اصلا بگذاریم برادر. خیلی تشکر از شما. با اجازه. برو لحظه صبر کن. خانو تو که خاموش شد نیه؟ چی کار شده؟ برار همو جمله ای که اول برمر گفتی همو برمر ترجمه که ما بفهمو. یعنی نفهمیدی؟ نفهمیدی سوال من چی بود؟ برار من پخته و اصلات بفهمیدم، من خیلی فهمیدم، فقط برار نمیتون متوجه نشدم، تو ترجمه کن. ببین برادرمه، حریم خصوصی دیگرها یعنی ای که شما میری بدون اجازه کسی موبایل رو برمی‌داری میری به داخل گالری و میری به داخل پیام‌ها و عکس‌های شخصی و خصوصی رو می‌بینی. به این میگن نقض حریم خصوصی دیگران. خب این کار خوبی نیه؟ معلومه که کار خوبی نیه. کار خوبیه که بری موبایل رفیق خورور داری بری به داخل عکسایو به داخل گالری و بری عکس‌های فامیلی رو ببینی، عکس‌های شخصی رو ببینی. دیگه برو 4 تا عکس دیگه اگر دیدیم دیدی دیگه چی گپیه مگه؟ مثلا کار درستیه که بری موبایل رفیق خورور داری بری به داخل پیامایو به داخل چتایو ببینی که خود نمزاد خود چی پیام بازی کرده، خودی خواهر و مادر و برادر خود چی کرده. آله برو 4 تا پیام دیگه اگر خوندیم خوندی چه کار میشه مگه؟ نه دیگه، شما ما اول گفتین که نظر شما نیک و مثبت در رابطه به نقض حریم خصوصی دیگرا. من فکر میکردم که شما اشتباه میگین چون زبون شما گوشتیه، ولی حالا که میبینم نه، جواب شما درست بوده. با اجازه، بخیر باشین. آباد باش. شما میتونین یک مثال به ما بدین از نقض حریم خصوصی دیگران؟ یعنی مثلا ما به چی کاری میگیم که حریم خصوصی دیگران نقض کردیم؟ مثلا وقت داخل خونه کسر نگاه کنی. آفرین به شما، احسن به شما. دقیقاً چهار دیواری و خانه کسی حریم خصوصی گفته میشه دیگه، درسته؟ دیگه خونه هر کس حریم شخصی، این آدم نباید بدون اجازه حریم شخصی کسر نقض کنه. خیلی عمالیه، آفرین به شما. یعنی واقعاً ما باید به شما بریم هموطنای افتخار کنیم که میفهمین حریم خصوصی یعنی چی. خیلی تشکر از شما. سلامت باش. دیگه سوال نمیپرسی بچه کوکو؟ البته سوژه امروز ما در رابطه به این موضوعه. باشه. آیا شده تا حالا کسی حریم خصوصی خود شما نقض کرده باشه؟ مثلا این که بیامده باشه داخل خونه من نگاه کرده باشه؟ آفرین. دقیقا سوژه‌ای که موضوعی که خود شما یادآوری کردین. مثلا شده که کسی بدون اجازه خود شما اومده باشه داخل خونه شما نگاه کرده باشه؟ مگر کسی جرأت داره چپ طرف خونه من نگاه کنه؟ مادر نازده کسی طرف خونه من چپ نگاه کنه؟ آفرین به شما. یعنی آدم باید همیشه متوجه حریم خصوصی خود خود و دیگرها باشه. آفرین به شما. حتی اون روز ما با باله بوم بودم، همسایه ما اعصاب خراب شد، گفت خوش داری من بیام باله بوم داخل خونه شما نگاه کنم. گفتم اگه مردی بیا، اگه غیرت داری بیا، اگر تو زنده پین شدی مردی. شما با باله پشت بوم بودین؟ بچه کوکو ما هر روز میرم با باله پشت بوم. هر روز چیکار میکنه اونجا؟ هیچی، اونجا کفتر بازی میکنم. کفتر بازی؟ شما باله پشت بوم میرین خانه های همسایه رو میبینین؟ خب ها دیگه میبینم، کورکنیم چشمه مفته. ولی به قول خود شما که گفتین نگاه کردن به خانه کسی نقض حریم خصوصی گفته میشه. خب ها دیگه، ولی من برار کدام قصد ندارم بلامشون بالبوم سعی میکنم گاهی وقت داخل خونه همسایه که اگر کسی بود که ایچی، اگر نبود خورتا هم اندازم داخل خونه اینو شیمه ای چیز میزی برای خود کسیبی میکنم، و اگر نمه دیگه کدام قصد ندارم. با چه کوکو شما نگاه میکنین که اگر کسی نبود خود خور تم اندازین چیز میزی برمیدارین؟ ها دیگه کفتر بازی بونیه، تامشون سعی میکنم موقعیت بود اکبر خود کسیبی میکنم. ببخشین شما دزدین؟ نه پس خیال کردی من خرجی خور از امی کفتر بازی پیدا میکنم؟ کفتر به کجای سوالیه که پیدا بشه یا نه؟ بازی چی میشه؟ هیچ.